همراه میشیم با نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه که از کانادا با ما همراه هستند. جناب قاسمی، این اظهارات مولوی عبدالحمید و اینکه در واقع اقدام جمهوری اسلامی در تناقض هست با هر دو اصل قانون و اسلام که احتمالاً به عنوان مبدأی برای تصمیم گیری جمهوری اسلامی به نظر میرسه، شما چطور ارزیابی میکنید؟ درود بر شما جناب مولوی عبدالحمید. در ماهای اخیر که ملت ایران علیه آپارتاید جنسیتی این رژیم قیام کرده، چنان مواضع دلیرانه ای از خودش نشون داده که من و بسیاری از آزادی خواهان رو به ستایش از خودش برانگیخته. من ادای احترام میکنم به جناب مولوی عبدالحمید، اما خب اون بخش که ایشون میفرمان که در اسلام نداریم شکنجه و قوانین حقوق بشری امروز رو در کنار قوانین اسلامی قرار داده، چنان که تماشاگران و مخاطبان شما میدونن، مطلبی است مناقشه برانگیز و میتوان، من اگرچه به هر حال متخصص فقه اسلامی نیستم، ولی بر مبنای اطلاعاتم تصور میکنم خود ادبیات مذهبی گزارش هایی از صدر اسلام میدن که اگر بیشتر جزئیات رو بپرسید عرض خواهم کرد، که خود اون گزارش ها نشون میده که آنچه به پیامبر اسلام نسبت داده شده در صدر اسلام مطابق با قوانین امروز دنیا متاسفانه مورد قبول نیست و در بعضی موارد مثل قتل عام یهودیان بنی قریظه حتی ممکنه مصداق جنایت علیه بشریت باشه. این رو کنار مسائل دیگه ای مثل قوانین جنسیتی اسلام اگر بذاریم، اون بخش از حرف جناب مولوی عبدالحمید رو بنده نمیتونم تایید کنم. در خصوص بحث همپوشانی با قانون بین الملل چطور؟ این رو چطور ارزیابی میکنید؟ مصادیقی از شکنجه به شمول حبسهایی که به صورت انفرادی انجام میشه، آیا این همپوشانی داره با قانون بین الملل؟ نه اینطور نیست. من خودم به عنوان کسی که تو سلول انفرادی بودم به مدت 4 هفته، یک تجربه زنده ای دارم از سلول انفرادی. تا قبل از اون مثل همه شهروندان تو فیلم دیده بودم، فقط شنیده بودم. من اون داخل بودم، تجربه کردم و میتونم راجع به تجربه خودم براتون بگم. اما مطابق با قوانین بین المللی بیش از 2 هفته هیچ سازمان و هیچ مرجع قضایی اجازه نداره کسی رو در شرایط سولیتاری کانفاینمنت، یعنی در شرایط انفرادی قرار بده. این هم بر مبنای تحقیقات انجام شده. یعنی بعد از 2 هفته قوای شناختی ذهن انسان چنان تحت تاثیر قرار میگیره در اون شرایط که فرد زندانی ممکنه به هر مطلب خلافی اقرار کنه تا فقط خودش رو از اون مخمصه نجات بده. توجه بفرمایید که بر این مبنا قوانین بین المللی اجازه مثلا بیش از 2 هفته سلول انفرادی رو نمیدن، در حالی که شما میدونید بازپرس حکومت اسلامی اجازه رو داره تا زمانی که متهم به خودش علیه خودش اقرار نکرده، علیه احیانا همفکرانش اقرار نکرده، تحت عنوان بازداشت موقت 30 روزه تا سالی و یا حتی بیش از سالی این سلول انفرادی رو کش بده. و این فقط یکی از مصادیق نقض حقوق بشر و عدم انطباقش با قوانین بین المللی در جمهوری اسلامی است. ممنونم از شما نیما قاسمی، نویسنده و پژوهشگر فلسفه که از کانادا با ما همراه بودیم.